درس بگیریم و مورد استفاده ما قرار بگیریم. در عنوانی هست که میگه مرغ ها روبا را به قتل رساندن. اساس گزارش روزنامه گاردین، جمعیتی از مرغان در یک اتحاد همگانی بر روبایی که به قصد کشتن آنها وارد فارم مرغداری، مزرعه مرغداری به نام بریتی در شمال شرق فرانسه گردیده بود، مورد تهاجم قرار گرفت و در یک نبرد سخت و دشوار و نفسگیر و نابرابر مرغا توانستند با ضربات هماهنگ خودشون، منقاراشون، روبا را از پا در بیارن. خب بر اساس گزارش این روزنامه جسد روبا در داخل مزرعه باقی ماند. به این حادثه به وسیله عامر و صاحب اونجا به اصطلاح مورد توجه قرار گرفت و رسانه شد. در این رخداد میشه به قدرت معجزه آسای اتحاد و به اصطلاح به حیرت افتاد که چگونه در یک پیکار نابرابر و ناباورانه و با صلاح اتحاد و چند مرغ میتونن بر روبا غلبه کنن مصمم و اینا. خب این خبر بازتاب جهانی پیدا کرد. ظریفی آدمی نکته بین نوشت که در این جمع مرغان یه خروس مقتدر بود که در صورت جسارت رو میداد. حالا شاید این یه مقداری مرد سالار بود این حرف رو زده، ولی در صورت اتحادی که باید وجود بیاد، اتحاد به خاطر جان، به خاطر بقا، دیگه آخرین مرحله اتحاد است که به وجود میاد. یعنی بعضی وقتا اندیشه، فکر انسان رو متحد نمی کنه، ولی وقتی که مسئله پای موجودیتش در میان باشه سعی میکنه متحد بشه. و به قولی ما رو اندیشه متحد نمی کنه، ولی شکنجه متحد میکنه. کابلایی که بر کف پاهای ما میخوره حداقل ممکنه باعث اتحاد بشه. متاسفانه این گونه نبوده در ما. نه اندیشه تونسته ما رو متحد کنه، نه منافع، ولی الان وقتی که به پای مرگ میرسیم، مسئله هستی و نیستیمون مطرح هست، بازم بر این مشکل نمیتونیم غلبه کنیم و هنوز در پراکندگی به سر میبریم. آیا در واقع به اصطلاح یک نیروی مقتدر میتونه، یک فرد مقتدر میتونه ما رو متحد کنه یا بر حول او متحد بشیم؟ خب یکی از دوستان فریخته من از ایران در رابطه با رضا شاه سالروزش، زادروزش سخن گفته، با این سخن شاهنامه که فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر فرشته نبود، ز داد و دهش یافت آن فرهی، تو داد و دهش کن فریدون توی. یعنی اون فر که الان در اندیشه اروپایی به اصطلاح در نزد ماکیاول به نام ویرتو به اصطلاح شهرت پیدا کرده و یا عنصر دیگش بخت و ویرتو، در صورت سراغ هر کس نمیاد، هر کس نمیتونه داشته باشه، بلکه سراغ کسی میاد
که شایستگی های لازم رو داشته باشه. شاید باید 100 سال بگذره تا در تاریخ مردانی همانند او پیدا بشه. برخلاف باور عامه، انسان ها اونقدرها هم که فکر می کنن اراده و آزادی ندارن. هر وقت اراده کنن یا آزاد باشن، هر که دلش بخواد بکنن، هر جایگاه که دلشون میخواد اشغال کنن. بلکه اراده انسان محدود به طبیعت و ساختار جامعه، ساختار فرهنگی بخصوص است. در واقع به قول به اصطلاح برایان فی، اندیشمندی است که گفته فرهنگ سازنده انسان هاست، اما این فرهنگ در همه آدم ها یک جور بروز نمی کنه، بلکه فرهنگ کارخانه سازنده انسان های متفاوته و اون کسی که بیشتر با این فرهنگ عجین بشه، روی جامعه رو بهتر بشناسه، روانشناسی جامعه مردم رو بهتر بشناسه، اون شانس بیشتری داره که چون به نقاط قوت و ضعف انسان ها مردم مملکت خودش بسیار آشناست. انسان های معمولا اینجوری هستن که از اعماق جامعه بیان بالا، که این صفت رو رضا شاه داشت که از اعماق جامعه آمد بالا. گاهی این فرهنگ انسان هایی می سازه که نظیر اونها کمتر دیده میشه. رضا شاه یکی از این انسان هاست، انسان های کمیابه. او از اون جمله آدم هایی است که انگار برای فرمان روایی ساخته شده. شجاعت، شهامت و صبر، حوصله، عقلانیت و اینها را در خودش داره، قاطعیت. و به خاطر همین هم مردم میفهمن که چی میخوان. یاده میخوان شجاع باشه، قاطع باشه و سرابت داشته باشه، عقلانیت داشته باشه و خیلی خصوصیات بکن. حالا تو تاریخ معاصر فریاد میزنن رضا شاه روحت شد. روح رضا شاه چی بوده؟ که در یک شرایط تیره و سخت تاریخی آمده جلو و به همین دلیل خواست مردم روشن شفافه. اقتدار میخوان، به اصطلاح دنبال این حرفای لوکس و نمیفهم چیزا نیستم. داده مقتدری میخواد که این قطاری که از ریل خارج شده دوباره برگردونه تو ریل و به جلو بره. به خاطر همینم مثال مرغا رو که زدم به اصطلاح خیلی گویا هست. یه عاملی، یه مردم، یه کسی که میخوان که بتونن به اصطلاح به اون اعتماد کنن، به اصطلاح بتونند مطمئن باشه آدم قاطعی است و بدونن شجاعت داره، اعتماد به نفس داره، روی پای خودش میتونه بیسته و در مقابل به اصطلاح ضحاک بتونه مقابله کنه. ضحاک روشنه، مردم دوباره فریدون میگردن. فریدون فرخ، فرشته نبود، زمشک و زنبر سرشته نبود، اون دنبالش چنین موجودی میکردن. این به معنای نیست که آقا دیگه دوران فردیت تمام شده. جامعه از فردگرایی، یعنی از فردیت روی برمیگردانه که توانایی ایجاد اعضاب قدرتمند سراسری داشته باشه. حالا ما میگیم که و به تفسیر دیکتاتوری نمیزن، ولی این کافی نیست. برای اینکه در خارج کشور بنابرای روایت های مختلف میلیون ها ایرانی هست، از رقم تا از 3 میلیون تا 7 میلیون گزارش شده. آیا در اینجا هم دیکتاتوری نمیذاره که این انسان ها متحد بشن؟ گفته میشه خب به اصطلاح مردم بر حول رضا شاه متحد شدن چیز بدیست، مردم بر حول رضا شاه متحد نشدن.
بلکه بر حول اندیشه متعهد شدم که رضا شاه خودش رو مسئول و موظف میدونست و اندیشه رو پیاده کنه، اگر نه رضا شاه تردید اندیشه پرداز نبود. اندیشه های سترگ ایرانگرایی از زمان مشروطیت بود، پیشا مشروطیت، عصر روشنگری بهش میگن. به 100 سالی طول کشید یا کمتر، خصوص از زمان ناصری دیگه، ناصر نیشه ها، اندیشه شروع شد جاری شدن که تلفیقی بین ایرانگرایی و غربگرایی بود یا سکولاریزم بود و اینها. اندیشه ها پیش رفت، متولیان قدرتمند داشت و بعدها در دوران رضا شاه هم باز فروغی ها و دیگران ایرانگرایانی که به اصطلاح یک نوع نگاه جدید به عصر باستان میکردن پیشبرندش بودن. اندیشه های سکولار، اندیشه های مدر، اینها توسط آخونزاده ها، توسط به اصطلاح کرمانی ها، توسط رشدیه ها، اینها به مطرح شده بود، تدوین شده بود، جاری شده بود، چاپ شده بود، تبلیغ شده بود. پس بنابراین رضا شاه پیش برنده شجای این اندیشه ها شد و اون رو متحقق کرد یا پیش برد، نهادینه کرد، برای همه اینا نهاد ساخت، وزارتخونه ساخت. مثلا فرض کن آرزوی رشدیه آموزش همگانی به سبک مدرن بود. خب نتونست، تلاش کرد، محدود بود امکاناتش، در قدرت سیاسی نبود. هر دفعه که مدرسه رو میساخت آتش میزدن، ملا آتش میزدن و بالاخره یه بازوی قدرتمند این رو نهادینه کرد. مردم دنبال امنیت بودن، از خانخانی و تجزیه سالاری و این ممالک معروسه که شاه مرکزی قدرتی نداشت، دولت مرکزی قدرتی نداشت، قدرت تأمین امنیت رو نداشت. مردم به عذاب رسیده بودن، هیچ جاده ها امنیت نداشت. به اصطلاح به خاطری که از تهران بری اروپا باید دور قمری از شمال میزدی میرفت برای که تمام منطقه یا را نبود یا ناهم بود، خطر جانی مالی همه رو تهدید میکرد. این باید یکی میمد این امنیت رو تأمین کنه تا زمینه پیشرفت جامعه فراهم بشه، راه بسازه، امکانات بسازه، مسائل زیربنایی بسازه. در سالهای سیاه تاریخ ایران، درست زمانی که رمقی برای ایران نمانده بود و ایران زیر چکمه بیگانگان از یک سو به اصطلاح نعشگی در جامعه مثل امروز، معتادن در معتاد، طمع ورزی مثل امروز، اختلاس، هنوز اون اختلاس اولی آخری پتروشیمی تمام نشده، اختلاس بزرگتر پیدا شده. همه امروز پسر آقای امام جمعه خوزستان در حال فرار، میلیاردها، صدها میلیارد تومان دزدیده، میخواد بره انگلیس، چون پدرش یک ماه پیش انگلیس بود که در ترکیه دستگیر میشه. اینا رو دستگیر میکنن، پولاری هم که بر نمیگردونن. خب این وضعیت امروز، طمع، به اصطلاح زرنگ بازی، بیورزگی گسترده و وطن فروشی بسیار زیاد جامعه رو به اصطلاح به این روز انداخته بود. از سوی دیگه به قول معروف بر روی بستری از جهل عوام و بیشرفی خواص جامعه پلاسیده شده بود. هیچ که فکر مردم نبود، هر که فکر خودش بود. یه پرچم روس و انگلیس هم بالای خانه‌هاشون می‌بردن بالا و اینجوری باخبرای خودشون امنیت ایجاد، کسی جرئت نمی‌کرد نزدیک خانه اینا بشه. مکان امن بود این خانه‌ها برای همه کسانی که
به قول معروف عوامل اینها بودن. حتی او با شهرازرم به این اماکن پناه می بردن. مکان امن، چون دولت جرأت نمی کرد نزدیک بینا بشه. خب در یه همچون وضعیتی در صورت اراده فولادین میخواد که بر این مشکلات غلبه کرد. ماکیاول دو عامل رو برای به قدرت رسیدن شهریار در نظر میگیره. اولی بخته که ما شانس بهش میگیم، یا البته بخت بزرگتر از این حرف هست، و که با رضا شاه هم به اصطلاح بخت یاریش کرد، که علتش هم انقلاب به اصطلاح سوسیالیستی در شوروی در روسیه بود، چون تمام قراردادها را به اصطلاح کم لمیه کن اعلام کرد. بسیاری از قراردادهای مربوط به ایران رو، قرارداد قسطنطنیه که بین انگلیس و روس بسته شده بود که ایران رو کاملا دونست کنن، مخفی بود و محرمانه بود، افشا کرد که سرنوشت ترکیه، ایران و خیلی کشورها با این انقلاب دگرگون شد و قرار بود قسطنطنیه سهم روسا بشه، تنگه های مهم استراتژیک بسفور و داردانل سهم روسا بشه، قسمت های جنوب امپراتوری سهم انگلیسی ها بشه، بخشی به فرانسوی ها داده بشه که شد. ولی در مورد ایران و ترکیه شانس آوردن که همسایه دیوار به دیوار بودن و این به اصطلاح تمام اون نقشه هایی رو که انگلیسی ها داشتن، که حتی میخواستن آسیای میانه قفقاز رو هم تصرف کنن، لشکرکشی هم کردن، از خود خاک ایران لشکرهای انگلیسی به باکو رسید، ولی خب حوادث تغییر کرد. اما عامل دوم فیرتو یا هنر، یا هنر مردانگی، هنر جنگ، هنر سیاست، اینها خود رضا شاه داشت. رضا شاه مظهر هنر بود، هنر سیاست. شاید بگه آقای بی سواد بود، چجوری سیاست؟ مسئله سیاست فقط از طریق خواندن آکادمیک به دست نمیاد، که فکر کنیم هر که خیلی توی از چیزای سیاست آکادمیک، نمیخوام کم ارزش کنم اون رو، ولی این کمبود رو که در رضا شاه بود کنارش فروغی بود، بسیار مسلط روی فلسفه اروپا، روی فلسفه مدرن، روی فلسفه ایران و باستان. شاید معنی شعرهای فردوسی رو به خوبی نمیتونست درک کنه، ولی کنارش بود که کلاس براش گذاشته بودن، یا به خواست خودش عاشق شاهنامه بود، عاشق فردوسی بود. و این مرد به این جایگاه به اصطلاح برخلاف خیلی از ماها که پرسش نمی کنیم، دیگران بفهمن ما نادانیم، کمدانیم، این رو پنهان میکنیم، ولی اون نه، بیپروا، هرچی رو نمیدونست میپرسید و خوبم استفاده میکرد. و به همین دلیلم در رابطه با شاهنامه چنین رفتاری داشت و براش تشریح میکرد، و حتی گفته میشد داستانهای تراژیک و غم‌انگیز شاهنامه که میرسید اشک میریخت. یعنی باور داشت، مصنوعی نبود، برای تظاهر نبود، برای فاضل نمایی نبود، بلکه عشق میبرزید. خب این هنرم داشت و این امکانم داشت که بتونه از دل طوفانها عبور بکنه، و خود ساخته بود، کودکی بود، یتیم، محروم از مهر پدری، از چنان خمیرمایه برخوردار بود که چون کوه در برابر سختی ها میستاد، سرسخت بود، مشکلات که پیش می اومد زانو نمی زد، و به اصطلاح به جایی که پا
پاش به حرکت در بیاد و فرار کنه از مشکلات، عقلش به کار مینداخت، راه پیدا میکرد که برای مشکلات چگونه میشه غلبه کرد. البته متاسفانه تو این دور زمانه که جامعه به شکل خیلی بدی قطبی شده، هر کس اسطوره خودش ساخته و بزرگنمایی کرده، صحبت کردن از این حقایق تاریخی برای خیلی خوشایند نیست. برای باید واقعیت گفت که نیاز جامعه چیست. در سال 24 اسفند ما زادروز تولد رضا شاه است. اما متاسفانه در شرایط کنونی در میان ما حداقل تا حالا شناخته شده نیست چنین انسانی که به اصطلاح چنین انسانی رو بگیریم تقویت کنیم، به ضرورت تاریخ پاسخ بدیم. خب نگران این هستن که آقا دیکتاتوری میاد. ببین دموکراسی با اقتدار در تخالف نیست. بهترین دولت‌های دموکراتیک مقتدر هستند. ما یه تصوری داریم و رایج هم هست، بر بیان روش هم فکر آمر آقا رضا قلدر اقتدار رو با دیکتاتوری یکی میگیرم. انسان مقتدر یا دولت مقتدر به هیچ وجه به معنای دیکتاتور بودن و دولت نیست. اینا دولت ضعیف تو سری خورده را دموکرات میدن. هنوز هم یه سری ها هستن از همین روشن فکرا و یا سیاسیون، مثلا احمد شاه رو شاه مشروطه میدونن. خیلی خوب، حتی آدمای بزرگی حرف رو زدن. در صورتی که در علم سیاست به قول معروف سیاست نظری و سیاست عملی، اینا اینو میگن پادشاه بی ارزه، نمیگن پادشاه دموکرات. به قول معروف از بی ارزگی هست که کاری نمیتونه بکنه، مثل شاه سلطان حسین، چون ایشون از اسب وحشت داشت، الاغ سوار میشد، میگفت مرکب پیغمبران. از این زاویه وارد شد، خیلی انسان خوبی بود. یعنی مرغ و جلوش میکشتن بیهوش میشد از چیز خون. توی حرم سرات بیچاره تربیت شده بود. به همین دلیل خیلی از صفاتی رو که امروز به نظر ما انسانی بود تو شاه سلطان حسین بود. ولی میتونست یک آدمی باشه مذهبی، توی گوشه خانقا بشینه، کارهای خیلی خوبی هم بکنه، ولی نمیتونه پادشاه بشه توی مملکت. اونم دوون دوره تاریخی که به گوش اون سلطان سلیم، از سلطان فاتح، سلطان های اینچنینی داریم، از اون توی غرب هم دارن قدرت میگیرن. به اصطلاح پرتغالیا اومدن تمام جنوب گرفتن، تحت کنترل در آوردن، بر تسلط بر جزیره به اصطلاح جزیره در جنوب که تمام منطقه رو تحت کنترل خودشون در آوردن. خب توی همچون جهانی هستیم، توی جهان رومانتیک ما زندگی نمی کنیم. در این دوره جنرالیست یعنی جنرال گرایی تو همه دنیا عامت تداوم داشت. در چین بین چیدش چیان کایچه بود، در روسیه جنرالیسم استالین بود، در غرب همینطور نظامی گرایان آمدن بالا، در اسپانیا بعدش فرانکو اومد، خیلی از این حوادث. خب پس بنابراین اگر دموکراسی کشور دموکرات دولتش اقتدار لازم رو نداشته باشه که از دموکراسی حمایت کنه، اون دولت رو به هواست. تو همین آلمان بعد از جنگ جهانی اول و
دولت وایمار اومد رو کار، دولت دموکرات بود، حزب سوسیال دموکرات پیروز شد و دولت آورروکا امپراتوریست عود کرد. خب زیر سه فشار بسیار بزرگ قرار کرد، یکی فرانسوی ها و برندگان جنگ فشار سنگینی را آوردن برای غرامت جنگی که به افلاس کشوندن و مشکلات اقتصادی اجتماعی در آلمان دو نیروی قدرتمند وارد کف خیابون کرد، نیروهای راست و نیروهای چپ، و سردمداری نیروهای راست رو نازی ها به هیتلر بوده گرفت و سردمداری نیروهای چپ رو روزا لوکزامبورگ و کارل لیبنیخت و دیگران. این دولت فاقد اقتدار بود، زیر این فشار درونی و بیرونی متلاشی شد رفت هوا. به ورسه این حزب، حزب سوسیال دموکرات، یک حزب قدرتمند بود با بیش از 100 سال سابقه، با بطور صنایع برجسته از کاوتسکی گرفته تا برشتاین گرفته و بعد همینطور نام توی شاگردای انگلس بودن، شاگردای مارکس بودن، یعنی به اصطلاح سوسیالیست با چی میکنم، ولی نتونست برای که قدرت مرد، قدرت دولت ضعیف بود. پس بنابراین اون دموکراسی معنا داره که یک دولت مقتدر داشته باشه، بتونه از خودش دفاع کنه در مقابل تجزیه طلب، در مقابل خانها، در مقابل خارجی ها، در مقابل اینا بتونه از خودش دفاع کنه. بگنم متلاشی میشه میره. خوبه اگر یه همچون اقتداری نباشه، خوزستان رفته خزال داره برای خودش کارش میکنه، غرب کشور دست سیمکو داره میره، شمال به چند تیکه تشکیل شده انواع و اقسام جمهوری ها و امثال هم. نه اینکه جمهوری بده، ولی در صورت اون جمهوری برای من خوبه که سرزمین حفظ کنه، نه اینکه یه گوشی مملکت بگه جمهوری فلانجا، بعدش اونم تیکه بشه بره، اونم جمهوری خراسان، اونم جمهوری گیلان، اونم فلان. پس بنابراین برای من جمهوری خوبه یا دموکراسی خوبه که دولت مقتدر باشه از این مجموعه حمایت کنه. الان هم نگاه بکنی، همین الان هنوز به قدرت دستیر مملکت ها فروختن، تخصیل کردن رفته. من یادم میاد پانشگاه آبادک کار بکردیم، بعدش با چند تا از دوستان یه خونه گرفته بودیم، بعد خب جوون هم هستی، 4-5 نفر یه خونه هستی، خیلی شرایط طور دیگه بود اون موقع. خب اختلاف وجود میاد، اختلاف سلیقه، اختلاف دید در به اصطلاح مسئله داخل. ما یه روز دست جمعی که از پارشگاه، هم همه بچه پارشگاه بود، دعوامون افتاد، دعوا که نه، اختلاف روی مسائل روزمره کار مشترک. ما وقتی برگشتیم دوچرخه هم داشتیم، یه خونه دیدیم این گلیمی که خریده بودیم در جمعی برای سالن، دیدیم تیک تیک شد، 5 تیکه شد. بعد یکی هم از این دوستانی که ما هم بودیم میخندید، گفتم چی شده؟ و خود دوامون افتاد، مگه نه هر کی تیکه خودشی برتره ببر. بابا روشن فکرهای ما این مملکت رو به این شکلی میخوان اداره کنن، تیکه تیکهش کردن، حالا نشد به تیکه تورد برو. بعدش به خاطر همین هم از اقتدار وحشت دارن، تا یکی بخواد اعمال اقتدار بکنه یا گروهی حزبی زود علیش برن میشن، هزار تا انگ هم بهش میچیرس بکنن. برای که اینا درکشون از دموکراسی همون درکی هست که شاه محبوبشون یا رهبر محبوبشون احمد شاه هست، از اقتدار میترسن. برای که اون اقتدار احتمالا با آرزوها و آرمانها و هدفهای اینها در تضاد هست، اینا قصدشون این از غیر متمرکز کنن. اول اومدن با فدرالیز جلو، دیدن نه خیلی محکم نیستن جلوشون، رفتن یه شوری کردن و مشورت، الان با کلمه غیر متمرکز یعنی اسم مستعار فدرالیز، یا فدرالیز به اسم مستعار تجزیه طلبیه، نه این شکلها رو بذارین کنار.
نه که خب حالا سوال میکنه عزیزی دارم، غیر متمرکز یعنی چی؟ یعنی دوباره همون قدرت رو، عدم تمرکز، دولت های محلی درست بشه. این دولت ها برپایه قوم و قومگرایی از قومیت، برپایه چیه؟ اینجا دیگه زبان ها لال میشه. یه واژه غیر متمرکز که ظاهرا دموکراتیک معابانه مطرح میشه، حل مشکلات جامعه رو تو این جستجو میکنه. خب سوالات کلیدی بعدش مطرح میشه که آقا این عدم تمرکز استانی هست؟ آیا استان ها بر پایه قوم و قبیله هست یا یه تقسیم بندی اداری است که صورت میگیره؟ و به اصطلاح قدرت چی هست که میخوای تقسیمش کنی؟ در شای غیر متمرکز این قدرت میخوای تقسیم کنی دیگه. خب اینجا صحبت میکنی که اگر منظور معیشت مردمه، اداری روزمره کار مردمه، خب توی غرب این قدرت رو به شهرداری ها میده. شهرداری ها منتخب مردم هم از طریق انتخابات به دست میان، شهر رو اداره کنن. استان دوگه وقتی که آمد دیگه مال دولت مرکزیه، استاندار باید بره و دولت مرکزی باید تامین کنه. حفاظت از شهر، حفاظت از استان، مرز، استانهای مرزی با کار ارتش، کار تو نیست. بعدش بیای تحت عنوان اداره اونجا مسلح بشی، پلیس و ارتش میخوام، بعدش هم یاقی میشی. تا حالا چند بار یاقی شدیم برای این کار؟ و همین دلیل باید با حساسیت هرچه تمامتر به این مسئله برداخت. خب ما ایرانی ها تاریخ طولانی داریم، چون برویم روی فرهنگ خودمون، تاریخ خود، چون ایران نمیدونم چرا از ایران گرایی این همه وحشت دارن. این گروه هایی که خودشون سکولار دموکرات، اسم ایران و ایران گرایی میان فریادشون برهم میشه، فاشیست داره میاد، ناسیونالیسم افراد. کی گفته اینا؟ نه کی گفته که ایران گرایی یعنی به صورت فاشیسم و فرانوم میمیسن؟ بلکه شما میدونید یک پارچگی ایران، حفظ ایران بر اساس اندیشه بسیار مشکل دارین باش. پس باید این ایده رو بکوبید، این اندیشه رو بکوبید تا نیاد خودتون پیش بره. و به خاطر که مقداری به این دوستان تفهیم بشه ریشه های این کسرت و وحدت چی هست و این هم ایرانی ها مبتکر این کارن و به اصطلاح بنیانگذار اندیشه این هستند که هنر ایرانی یعنی کثرت رو به وحدت تبدیل کنه. پس بنابراین و نه اینکه مستحیل کنه، نابود کنه کثرت رو، نه، کثرت رو تو امپراتوری ایرانی هر چه بودن کثرت رو حفظ کرد ولی به وحدت تبدیلش کرد. زنار در اصل بیان عشق و پیمان و آمیختگی خدایان با هم زنار بستم که در زرتشتیگری هست، ریشش قدیمی تره. در صورت خود بسرا همبستگی کیهانی با هم دیگه به یکی بودن جان هاست، نخستین کمربند جهانه که زرتشتی ها میبندن به دور کمرشون، 72 خورده گره داره، نه همه نمادهای برجسته است. حلال ماه، این زنار حلال ماه هست، منزلهای ماست، از گذر ماهیانش حالا منزلهای ما و گاه های شبان روزی که با هم اصل پیدایش کل جهان پنداشته میشه. یعنی در حقیقت بنیان اندیشه ایرانی این است که جهان رو در وحدت ببینه، فقط یک کشور نیست، جهان رو بر اساس این جنگ ها و ستیز ها و نفرت ها و اینها رو از بین ببره و عشق رو جایگزینش کنه. نخستین کمربند جهان حلال ماه بوده، منزل های ما
و گاه های شبانروز که با هم اصل پیدایش کل جهان پنداشته می شده، با هم رشته ها به هم تابیده می شه. بدین انسان جهان رشته هایی است که عشق آنها را به هم پیوند می ده. از این رو جشن ما در منزل های ما و گاه های شبانروز با هم مفهوم زمان رو به وجود میاره. بستن حلال ما به کمر بستن اصل آفرینندگی و عشق است. حالا از دینی از این زیباتر هست. و این عشق میان انسان هاست که محتوای جگر و اندام و تمام اعضای بدنه. در این فرهنگ جهان از اقتراق خوشه پروین به اصطلاح و هلال ماه به وجود میاد. در آیین های پیش از زرتشتی هم، در ایزد بانوی زن خدایی در ایران، در آیین میترایی، در زرتشتیگری، در جوانمردی، در پهلوانان، کشتیگیران، در فرهنگ ایران همه این کمربندو داشتن. در اوستا که مرکب از سه واژه است به اصطلاح چیز هست، میبینید که این سرودهای اوستا کاملا به این مسئله پرداخته. این اندیشه رو وقتی که مسئله کسرت و پیوند، این کسرت رو با عشق پیوند میدن، نه با نفرت قومی، نه با نفرت نژادی، نه با نفرت های اینانی نیست. اون چیزی که این قومگرایی ها با نفرت قومی میخوان هویت پیدا کنن، نفرت از فارس، نفرت از زبان فارسی، نه با نفرت، تخم نفرت میپراکنن. فرنگیرانه نه، بر عشق. و اینجاست که سپهر چهارم، سپهر خورشیده از لحاظ سلسله مراتب آسمانی که داستانهای بسیاری داره، عبید زاکانی تصویر نخستین فرهنگ ایران رو از خورشید به خوبی نشان میده که به کلی بر ضد تصویر خورشید در دینهای دیگه است. در این سپهر والی و شاهی نیست، بلی سنمی هست که با زیباترین و زیبایی های خودش و با زخمه سحر آفرینش چنگش و اینها جهان رو میسازه، گیتی رو میسازه. و همین جاست که میاد ببینید که ماهای ایرانی چرا این تقویم درست شد این گونه. کاملا این اندیشه رو تو خودش داره. با شمسی کردن ماها و مرکب دانستن هر سال از 12 ماه، عدد 12 فوق‌العاده اهمیت پیدا میکنه. عدد 72 فوق‌العاده است. به خاطر همینم عدد 12 72 اینها توی فرهنگ ایرانی اعداد مقدسه. حالا چرا؟ اعداد بسیار با ارزشه. به خاطر همینم 12 امام از این روز دیدن و به خاطر همینم 12 که شد قطعش کردن، دیگه نرفتن. چرا؟ 72 چیه کربلا هم از این اندیشه دزدیدن و به همین دلیلم حالا استفاده کردن از مقدس بودن اون برای به اصطلاح به باورمند رساندن ایرانی ها، شاید ازش استفاده کردن. در صورت سراسر سال 72 شاخ رویده از تخم پنجه و روز خمسه یه پنجه هم میمونه 365، یعنی بهش بگن خمسه. به همین علت اون رو پنجه دزدیده میگفتن، چون جزء زمان به شمار نمی رفته و در واقع تخم پنهان کیهان بوده. 72 نشان کسرت، پیدایش مثل کسرت هم با شرک جهان هماهنگی داشت و شرک رو نمی پسندیدن. این رو باید به مونیسم تبدیل بکنن، به توحید تبدیل بکنن، به یکتایی تبدیل بکنن. و پنجه آخرین گاهنبار سال این رو حل میکنن، نشان توحید پنهان جهان بوده. و عدد 72 در ادبیات ما از این اندیشه بنیادین برخواسته و هیچ ربطی هم به 72 تن کربلا نداشته. پیش او از قدیم، از زمان زن خدایی در ایران،
از زمان میترائیسم، از زمان زرتشتیگری نابوده توی ایران، نه اندیشه پشتش خوابیده. ها میگم بریم آقا این ور بیاریم اون ور بیاریم، ها وقتی که چنین راهنمایی تو داری که میگه چه کسرت رو چگونه با عشق به وحدت تبدیل بکن، نه بر پایه نفرت سرکوب بکن، این بهترین بنندیشه است. 72 توی ادبیات ما گسترش داره، 72 ملت، 72 قوم، 72 کشتی، 72 گروه، همه ریشه هاش در اینه. اندیشه بنیادی اون است که کسرت یعنی 72 از باب تنه و تخم و مینو، اون پنج به اصطلاح شما بعد پنج روز، اینا اندیشه بنیادینه که کسرت رو به وحدت تبدیل میکنن. من تقویم ما اصلا اینه، کسرت رو به وحدت تبدیل میکنه. و به همین دلیلم در ادبیات ما گسترده در موردش حرف زدم، فراسوی 72 مذهب میدونم، یعنی وحدت رو. حالا ما میخوایم دوباره بریم دنبال 72 ملت، یعنی که آقا حافظ برای تو حل کرده جنگ 72 ملت همه را عوض بنه، چون ندیدن حقیقت را افسانه زدن. آقا حقیقت رو به دنبال حقیقت باش، جنگ قومی را ننداز. حقیقت دان که دائم مذهب عشق برای مذهب 72 انداز. عطار کبیر میگه. ولی اندیشه توحید در ادیان سامی توحید رو از کثرت میبره و خالق و مخلوق درست میکنه و کثرت رو نابود میکنه، همه رو عبد میکنه، عبدی بنده. حالا فقط یه توحید داری و به اون بسچید بکن، همه بنده او بشن، عبد او بشن، عبدالله بشن. خب و به همین دلیلم میگه جوشت سنگ او 70 چشمه، سبو و کوزه و ساغر بگری. و جنگ 72 ملت همه ناورد عوض بنه. ولی اندیشه اصیل ایرانی آن بوده که وحدت ناپیدا در کثرت چهره خودش نشون بده. این گسترش پیدا کرده و در زمینه در زیر همه اختلافات عقاید ادیان و مکاتب فلسفی یک حقیقت وجود داشته و در سیر آفاق میگشته تا به حرکت خودش ادامه بده. هر کجا بوی خدا میآید، خلق بین بی سر و پا میآید، یعنی عاشقانه میآید. زن که جانها همه به اصطلاح تشنه است، باب تشنه را بانک سقا میآید. تو ادبیات عرفانی ما سرشار از همین است که چگونه هنر ما چی است که کسرت رو به وحدت تبدیل بکنه، نه کسرت به جدا نفاق و تفرقه و جنگ و برادرکشی بکشونیم. این تو اندیشه ایرانی بزرگترین گناه و مصیبت محسوب میشه. در صورت وقت نیست متاسفانه که این بحث رو ادامه بدیم، همیشه بحثای ما ناکام میمونه. در صورت امیدوارم که اوضاع را گفتیم، دوران چی هست و ما چه مسیری رو باید طی بکنیم و به اصطلاح این کثرت رو به وحدت تبدیل بکنیم و این آشفتگی و سراسیمگی رو از بین ببریم و راهی رو برای نجات مملکت که نجات خودمونم در نجات مملکتمون است و پیش بگیریم تا دیگه متولیان خارجی برای ما نسخه نپیشن که بسیار توهین آمیزه، که یه ملت باستانی 3000 ساله رو یه مش خارجی قیمش بشن، بخوان دموکراسی برای ما بیارن، بخوان فران بکنن. و ما بسیار توهین بنیادی به جوهر و سرشت ایرانی است. سپاسگزارم از شما.